شبات شلوم، خیلی خیلی خوش اومدین. این شبات دو تا پاراشا میخونیم و کتاب چهارم تورا رو برخا میکنیم، پاراشای متود و مسی. قبل از اینکه توضیح پاراشا رو خدمتون بدم، احتیاج هست که بدونیم که امروز روز دوم ماه آب هست. دیروز رشد خودش ماه آب بود. میدونیم که هر ماهی برای خودش یک نور به خصوصی رو داره، یک انرژی به خصوصی رو داره. ساین لیو، ماه آب ساین لیو هست و در حقیقت هفته آخر سه هفته ای رو میگذرونیم که کانسیدر میشه از سه هفته سنگین یا نگتیو، که البته میدونیم چیزی به عنوان نگتیو وجود نداره. دلیل این که کابالا رو استادی میکنیم، شاید تنها دلیلی که کابالا رو استادی میکنیم به خاطر این هست که میخوایم تاریکی رو تبدیل کنیم به روشنایی. نگتیویتی رو تبدیل کنیم به پازیتیویتی. یک کابالیست هیچ وقت در زندگیش سافر نمیکنه، رنج نمیبره. درد ممکنه بکشه، یک کابالیست ممکنه درد بکشه که همه ما درد میکشیم، ولی رنج نمیبره، سافر نمیکنه. چرا؟ به خاطر که یک کابالیست میدونه که وظیفش اینه که هر وقت یک چالنجی در زندگی میاد، یک چیزی که بی مورد اسمش رو تاریکی میگذارن، تبدیل میکنه به روشنایی و تبدیل میکنه به نور. ما میدونیم که حروف های مختلف عبری، این 22 حرف عبری، نه تنها یک زبون هست، بلکه یاد گرفتیم در کلاس های کابالا، یاد میگیریم از زهر، یاد میگیریم از کتاب سپریت سیرا، بوک آف فورمیشن، که این 22 حرف عبری 22 تا انرژی کانشسنس هستند و به عبارتی 22 تا دی ان ای فورس کریشن هستند که همه چیز رو توسط خدا، توسط این 22 حرف عبری به وجود آورده. ابراهام آوینو در اولین نسخه عبری که ما داریم، کتاب سفر یتسیرا، بوک آف فورمیشن، برای ما توضیح میده که خداوند از حرف تت، حرف تت، حرف دومی که روی، از حرف تت استفاده کرد و ماه آب رو به وجود آورد، کانسلیشن لیو رو به وجود آورد. یعنی چی؟ چه خصوصیتی داره؟ چه انرژی داره حرف تت؟ چه کانشسنسی داره؟ چه قدرتی داره حرف تت که ماه لیو رو به وجود آورده؟ و بعد ربی شمعون بر یوحای در زوهر پاراشای تروما سکشن 467 برای ما توضیح میده که جایی هست، یک مکانی هست که هیچ چیز نگتیوی وجود نداره، هیچ چیز تاریکی وجود نداره. جایی هست که اگر من و شما بهش برسیم و قدرت داشته باشیم که در این مکان بمونیم، هیچ گزندی به ما وارد نمیشه، هیچ تاریکی ما رو کنترل نمیکنه، هیچ چیز نگتیویتی وارد سیستم ما نمیشه.
و ربی شمعون بر یوحای برای ما توضیح میده که این کار آسونی نیست به این مکان رسیدن. و بعد ظاهر برای ما توضیح میده که این مکان، این جا، این روم یک جای فیزیکلی نیست، یک کانشسنس هست، یک جایی هست که بالای دنیای فیزیکلی هست، در ذهن ما هست، در کانشسنس ما هست، در فکر ما هست، جایی هست که اگر من و شما بتونیم کانشسنسمون رو، فکرمون رو به اونجا وصل بکنیم، حتی ایمورتال میشیم، حتی مرگ هم به سراغمون نمیاد. بعد ربی شمعون بر یوحای برای ما توضیح میده که کانشسنس حرف تت، انرژی که امنیت میشه از حرف تت، جایی هست که این نوری رو که الان خدمتتون صحبت کردم، نوری که درش هیچ تاریکی نیست، هیچ گزندی بهش وارد نمیشه، از حرف تت میاد. حرف تت هست که این انرژی، این نور رو برای ما به ارمغان میاره، کادو میاره. به خاطر همین هست که میگن اگر کسی در خواب حرف تت رو ببینه، خواب بسیار خوبیه و عمر طولانی میکنه. ابراهام آوینو میگه که این حرف تت هست، این حرف تت هست که ماه آو رو به وجود آورده، ساین لیو رو به وجود آورده. بعد دوباره ربی شمعون بر یوحای در آغاز اینتروداکشن زهر، جایی که استادی کردیم در کلاس‌های کبالا، وقتی که حروف عبری رو استادی می‌کردیم، می‌دونیم که در آغاز زهر مقاله‌ای هست که تمام حروف عبری یکی یکی می اومدن پیش خدا و از خدا می خواستن که تورا رو با اون حرف شروع کنه. از آخرین حرف الفابت، از تاف شروع می کنن، یکی یکی میان پیش خدا و میگن ما رو استفاده کن برای به وجود آوردن، شروع کردن نوشتن تورای خودت. و خدا با تمام این حروف صحبت میکنه و یکی یکی این حروف رو نقل میکنه و فقط حرف بت هست، برخا، سفیرای بینا هست که تورا رو شروع میکنه. ربی شمعون برای ما توضیح میده که هر وقتی که حرف تت، وقتی که حرف تت آمد با خدا بحث بکنه که من مظهر نوری هستم، مظهر نوری هستم که هیچ نگتیویتی، هیچ تاریکی، هیچی به من وارد نمیشه و توراتو با تت شروع کن، تورا رو با تت شروع کن. خدا در جواب تت میگه که درسته که وجود تو پر از نوره، اسنس وجودت پر از نوره، ولی نور تو کانسیله، در درون خودته. این نور قایم شده، پنهان شده، در وجودته. اگه حرف تت رو مشاهده کرده باشید، میبینید که سر تت رفته توی شکمش، رفته توی دلش. مقبولین برای ما توضیح میدن که این اشاره‌ای هست که اون نوری که دنبالش هستی، اون نوری که بهش میگیم اورهاگانوز، نور کانسیل شده، نور مخفی شده، در دل، در وجود حرف تت هست و من و شما باید بهش دست پیدا کنیم. میخائیل برگ یک مثال بسیار قشنگی رو میزنه. میگه مثل این میمونه که شما نزدیک یک ساختمونی میشین، میبینین که این ساختمون تاریکه، از بیرون تاریک به نظر میاد، از بیرون به نظر میاد که سخت میشه وارد این بیلدینگ شد، این ساختمون شد، ولی میدونین که در داخل این ساختمون، اینساید این بیلدینگ، یک نوری هست که زندگیمون رو نجات میده. کی میمونه پشت این در؟ کی شروع میکنه وارد بیلدینگ شدن؟ از تاریکیه نمیترسه، تاریکیه کنترلش نمیکنه و میتونه
وارد این بیلدینگ بشه و اون نوری رو که ما به عنوان کانسیل نور، نور ارهاگنوز میشناسیم بهش وصل کنه. میخائیل برگ برای ما توضیح میده که فقط کسانی میتونن به این نور پیدا بکنن که کانشسنسشون بالاتر از کانشسنس عادی مردم باشه. من و شما چون در دنیای فیزیکلی، در دنیای ملخوت زندگی میکنیم و تحت تأثیر 5 تا حسی رو که فیزیکلی هست میبینیم، میشنویم، حس میکنیم و خیال میکنیم دنیا همین 5 حسه، اون چیزی که من میبینم واقعیت داره، اون وقت هست که تحت تأثیر تاریکی قرار میگیریم. خیال میکنیم تاریکی وجود داره، نفرت وجود داره، نگتیویتی وجود داره، در صورتی که بارها و بارها تورا برای ما توضیح میده، مقبولین برای ما توضیح میدن و حتی ساینتیست ها برای ما توضیح میدن که چیزی به عنوان تاریکی وجود نداره، چیزی به عنوان رنج وجود نداره. فقط اون کانشسنس من و شماست، اون ذهن من و شماست که خدای نکرده به جای اینکه نور رو در ساختمان اون تاریک ببینه پشیمون بشه، سختش باشه که وارد این ساختمون بشه، ترجیح بده که تاریکی رو ببینه و این نور رو به دست نیاره. پلنتی که، سیاره‌ای که ماه آب رو کنترل میکنه، پلنت خورشیده، سیاره خورشید که مظهر زئرمپین هست، مظهر نور هست و میتابه و در این ماه حد اکثر نور خورشید منیفست میشه توی دنیا. پس چرا این 9 روز، 9 روز اول آب به نظر سنگین میاد، به نظر تاریک میاد و بعدش از 15 آب که میشه یه دفعه نور عوض میشه، تبدیل میشه به توب آب و تبدیل میشه به یکی از مثبت‌ترین روزهای سال. سالی هست که میدونیم شبیه هست که همه عروسی ها رو میگیرن، جشن ها رو میگیرن، شادی ها رو میکنن. چه فرقی میکنه ماه آب؟ اون 9 روز اولش چرا تاریکه؟ چرا به نظر سخت میاد؟ و یک دفعه بعد از 10، 11 و وقتی که ماه پر میشه، 14 ماه میشه، عالی میشه. اشکال از نور نیست، اشکال از خورشید نیست، اشکال از وسل ماست، از کانشسنس ماست. نه اینکه نور بد خدای نکرده، نور خوبه. من و شما هستیم که این قدرت رو نداریم که نوره رو ببینیم. چرا؟ چون این نوره در قالب، در پشت چلنج هاست، در همین خونه هایی هست که به نظر سخت و مشکل هست که واردش بشیم. و بعد میرسیم به پاراشایی که این شبات میخونیم، 2 پاراشا میخونیم، پاراشای متوت و مسیح. چرا؟ میدونیم که الان چند مدتی هست که ما 1 پاراشا از اسرائیل عقب‌تریم. اسرائیل 1 هفته از ما جلو بود بعد از موعد پسخ و حالا درست قبل از تیشه به آف، قبل از 9 آف این 2 پاراشا رو میخونیم درست در عرض این 3 هفته و انرژیمون یکی میشه با انرژی یروشلایم. و این پلانی هست، نه اینکه دیروز تصمیم گرفتن که این پاراشا رو خونده بشه، بلکه 3500 سال پیش، بلکه میلیون ها سال پیش خدا دیزاین کرده بود که همچین روزی این 2 پاراشا خونده بشه در تمام دنیا. پاراشایی که همیشه در این فاصله قبل از 9 آب خونده میشه. چرا؟ به خاطر که در این پاراشا هست، در این پاراشا هست که بزرگترین سیکرت ها، بزرگترین نورها، اون چیزی که ما اسمش میذاریم ارهاگنوز، اون همون جایی که نوری هست که حرف تت به وجود میاده. در پاراشای مسیح داستان تورا، اگر داستان سادش رو نگاه بکنید گمراه میشید. برای ما توضیح میده که بنی اسرائیل وقتی که از کشور مصر در اومدن حرکت کردن، در 1 جای موندن،
چند روز بعدش یا چند مدت بعدش حرکت کردن به مکان دیگری رفتن. در عرض این 40 سال 42 تا استاپ کردن، 42 steps، 42 جا موندن تا رسیدن به کشور اسرائیل. یعنی چی؟ جالب اینه که این 42 جایی که بنی اسرائیل توقف کردن در صحرای سینا و اسم داره هر کدوم از این لوکیشن هایی که توقف کردیم اسم داره، در امروز این لوکیشن ها اصلا وجود نداره و اسمی نیست. سوال دیگری که باید از خودتون بکنید اینه که چطور در بیابان که هیچ چیزی نیست کی اسم اون لوکیشن ها رو گذاشت؟ شما میرسید به لس آنجلس، اسم این شهر رو میذارید لس آنجلس. در بیابان چه لوکیشنی بود؟ کی اسم این لوکیشن ها رو گذاشت؟ یعنی چی؟ What are the names؟ 42 تا اسم، 42 names. و بعد ما چی داریم؟ برام جو انا بکوخ. We have ممبت شموت، 42 اسم، انا بکوخ. همین دعایی که مقوبالین اینقدر بهش اهمیت میدن و ما over and over and over انا بکوخ رو میخونیم. و بعد مقوبالین برای ما توضیح میدن که این 42 جایی که بنی اسرائیل توقف کرد و هر اسمی که این توقفگاه ها دارن یک کلیپاست، یک خانه هست که درش نوری هست. در این خانه ها نوری هست که وقتی که نور رو از این خانه ها در میارن ترکیب 42 اسم خدا رو میده، ترکیب انا بکوخ رو میده. و اناب کوخ همون چیزی هست که بهش میگیم اورهاگونوز، the concealed light. اناب کوخ جایی هست که من و شما وقتی که بهش کانکت میکنیم، مدیتیت میکنیم، دسترسی پیدا میکنیم به اون نوری که تتم وجود آورد، به اون نوری که هیچ چیزی درش نیست غیر از نور زندگی، نور برخان، نور ساستنس. مقوبلین برای ما توضیح میدن که وقتی که حرکت کردیم در یک مکانی موندیم و اون مکان، ببینید چرا بنی اسرائیل قرولون میکردن، چرا کامپلین میکردن، یعنی چی خدا میگه شما کانستنتلی کامپلین میکردیم، چرا خدا ما رو برد توی صحرا، توی بیابون چیزی که نیست و در یک مکان میموندیم برای یک مدتی که حتی موشه نمیدونست چقدر باید در اون مکان بمونه. موشه میدونست که 42 جا باید توقف کنن، چون آردی دعای عناب کوخ روی عصای موشه حک شده بود. این 42 اسمی که روی عصای موشه بود اول هر کدوم از حرفای عناب کوخ بود، یعنی روی جمله اولش بود الف بت گیمل یود تاف صدیک. مقوبلین برای ما توضیح میدن که تورایی که امروز خونده میشه، وقتی که ربای مردخای تورای امروز رو میخونه، میرسیم به یکی این لوکیشن ها و توضیح میده تورا برای که ما در این لوکیشن هستیم، وارد خونه ای میشیم که درش چلنج هست و بعد با خوندن اون اسم و خوندن سفر تورا در تمام دنیا اولین مکان حرف الف رو برای ما روشن میکنه، دومین مکان حرف بت رو روشن میکنه، سومین گیمل، چهارمین یود و بقیه همینطور ادامه پیدا میکنه. مقوبالین برای ما توضیح میدن که فرشته هایی داریم که 6 تا پر دارن و فرشته ها هر وقت که میخوان بالا برن، اون نردبونی که یعقوب دید که فرشته ها این بالهاشون رو، این 6 تا بالشون رو خودشون رو کاور میکنن و خودشون رو لیفت میکنن میبرن بالا. یعنی چی؟ یعنی 6 تا حرف هر جمله عناب کوخ بالهای فرشته هایی هست که ما رو ارتقا میده، بالا میبره. جالب اینه که مقوبالین توضیح میدن که هر جا که ما هستیم در طول زندگیمون، الان هر جا که هستیم، در یک مسیری از این 42 تا لولی هستیم که روح ما رو پیور میکنه.
و بعد با خوندن تورای امروز تمام کلیپاها، تمام گرفتاری هایی که اطراف این 42 اسم گرفتن که باعث میشه که من و شما تحت تاثیر این دنیای فیزیکلی قرار بگیریم ریموف بشه و هممون خودمون رو کانکت بکنیم به اورهاگانوس. تیشه به آف وقتی که یروشلایم سوخت، وقتی که بیت المقدس سوخت، برای مقوبالیم بیت المقدس هست، نسوخته، وجود داره. روز نهم آف من و شما میتونیم دو جور دنیا رو نگاه کنیم، یا بگیم ای وای بر من، یا بگیم بدونم که روز نهم آف تولد مشیخ هست. در اوج تاریکی هست که مکسیموم اماونت نور خفته است و من و شما باید بیدار بشیم. یعنی چی؟ یعنی من و شما نباید از چالش ها بترسیم، نباید پشت بکنیم به اون اتفاقهایی که خدا میذاره سر راهمون، نگران شیم، بترسیم، شک پیدا کنیم، دو پیدا بکنیم، بگیم این دیگه کجا بود. نه، خدا داره خونه هایی رو به ما نشون میده که درش نور هست، درش برخا هست، درش اورهاگانوس هست. ولکامشون کنیم، پیشوازشون بریم. این شبات خیلی جالبه که ربای برگ هر شبات که میشد قبل از اینکه تورا رو صحبت بکنه میگفت این شبات مهمترین شبات سال. هفته بعد میومد باز میگفت این شبات مهمترین شبات سال. ما میگفتیم ربای برگ ما رو فیلم کرده. اینقدر کانشسنس من پایین بود که نمیدونستم که هر شبات برای خودش نوری رو داره که اون نور لازمه و ملزوم خوشبختی همه ماست و همه دنیا. عزت هشم به زخوت مهمونی کنید. اینشالله همه ما کلک میکنیم به حرف تت، به انا به کاخ، و دنیا رو روشن میکنیم، تاریکی ها رو از بینیم.